در مطابق انجیل یوحنا یک الی سه که همه به خوبی میدونیم که اعلام میکنه عیسی مسیح کلام خداست. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا، پس درش قدرت هستش. در نامه اول کرنتیان 1:24 اعلام میکنه مسیح حکمت خداست، روح مسیح با ماست. آمین. پس روح حکمت با ماست، باید از اون استفاده کنیم. و در نامه یعقوب 3:17 نیز یعقوب چه زیبا اعلام میکنه، اگر صاحب حکمت خدا هستیم، اگر درک درست از کلام خدا داریم، در زندگی ما میباید ثمره بده. میگه نیکن آن حکمت، یعنی اون تعلیم که از کلام خدا یافتیم، که از بالاست، یعنی از طرف خداست، اول طاهره و بعد صلح‌آمیزه و ملایم و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میوه های نیکو و بی تردد و بی ریا. آمین. اگر به کلام خدا ایمان داری، هیچ سختی و دشواری نیست که خدا نتواند بر آن پیروز شد توی زندگی. اینو مطمئن باش. اگر فقط ایمان داری به این کلام خدا، در کتاب ارمیا 32:27 اعلام میکنه اینک من یهوه خدای تمامی بشر هستم. آمین. تمامی بشر. حالا اگه دستم بت شده خداشون، ولی حقیقتی نیست. من یهوه خدای تمامی بشر هستم. آیا هیچ امری برای من مشکل می باشد؟ شما جواب بدید. آیا مشکل هست؟ خیلی. اگر مشکل نیست، مطمئن باشید که خدا من میخواد شما رو برکت بده. تو مشکلات و سختیات، اما به کلام خدا پس شد. باز اندیشمند اعلام میکنه هرگز نگران آینده نامعلوم نباشید. همه چیز برای خدا معلومه و در کلامش میگه که تو فرزند او هستی و تو را آفریده برای اهداف بسیار خوب و نیکو. به کلام خدا خیش را تقویت کنیم و مشکلات و دشواری ها را در نام عیسی مسیح فقط به او بسپاریم.